با سلام و درود، وقت شما بخیر باشد. اسرائیل ساعت پیش یک فرمانده ارشد حزب الله را که ارشدترین فرمانده حزب الله است او را کشته. سینوار رهبر جنگ است در حماس. اینا میگن که اینجا کجاست کجاست کجاست، حالا میپالن، اما سردرگمی و شکست های خود میپوشانند، میگن ما سنوار را میپالیم. سنوار رهبر جنگ است، پس کجا باید باشه؟ همون جایی است که شما هستید. به این ترتیب گراف تلفات اسرائیل از 3 روز به این طرف ناگهان بالا رفته، گراف تانک و آدم. نیروی دفاعی اسرائیل فیلمی را منتشر کرد ساعت پیش که نشان میده حمله هوایی شب گذشته به یک موتر در نزدیکی شهر تایر در جنوب غربی لبنان در او هدف قرار گرفته. حسین مکی فرمانده ارشد میدانی جبهه جنوبی حزب الله هدف قرار گرفته، کشته شده است. حسین مکی در برنامه ریزی و اجرای حملات بسیار گسترده حزب الله در شمال اسرائیل مشارکت داشته. یک پلانگذار، یک برنامه ریز قوی بوده، بسیار هوشمند، به طوری که او یکی از ارشدترین اعضای حزب الله در عرصه جنگ به شمار میره. گزارش همه قدر است. گردانای قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرد 7 سرباز اسرائیل که پشت یک تانک در شرق جبالیه خود پنهان کرده بودند از فاصله صفری تیرباران شدند. از پشت سرش دور خورده بود، از فاصله نزدیک زدند. ارتش اسرائیل اعتراف میکنه که 28 تن از سربازانش در ساعات اخیر زخمی شدند. زخمی نیست، اکثریت کشته شدند. خبر یک مقدار ملایم میکنند. ارتش اسرائیل در چند روز گذشته 95 سرباز زخمی را در شفاخانه انتقال داده. در انتهای خیابان مدرسه در اردوگاه جبالیه در شمال نوار غزه یک سرباز داخل یک خانه داخل خانه شد، با گلوله ضد نفر از بین رفت. بعد از تخلیه سربازان در قسمت منزل اول خانه، پایان خانه، با بم ضد نفر اونجا را هدف قرار دادن که هیچ کسی از اینجا بیرون نیامده. جنگ به این شکل شد. او از بالا میزنه تیارات پیشرفته، فوق میزنه خانه مردم و اردوگاه ها را و روی زمینه. جنگ اینی رقم شده. خطرناکترین نوع جنگ آل در جریان است. خب بعد از او حماسی ها به طرف خانه را که انفجار میتن پیشایی میکنن، یک ماده انفجاری ضد نفر در ورودی خانه منفجر میکنن، باعث که تمام کسایی که اونجا بوده از بین رفته. ارتش اجساد به دست آورده و 2 تانک مرکاوا هم منفجر شده است. استاد تاریخ اسرائیل در دانشگاه تل اویو به نام فانیا اوز میگه، خب دم روز تاریخ به اصطلاح استقلال 76مین روز استقلال اسرائیل، یعنی پایگذاری اسرائیل، دم روز میگه که اسرائیل در 7 اکتبر تا 7 اکتبر هم که حمله شد بالای اسرائیل، خطر وجودی به این کشور موجود نبود، اما حالا خطر اسرائیل با خطر بود و نبود مواجه است. منظورش از اینطور نه به خاطر حماس، حزب الله یا ایران، بلکه نتیجه مستقیم رفتار فاسدترین و مخربترین حکومتی است که ما تا حال داشته ایم. منظورش تیم نتانیاهو است. میگه ما از حماس ایران شکست نخوردیم، از حزب الله، از اینی تیم شکست خورده. اینا رو شما تصور بکنید که در اونجا چی یک بحران است. روزنامه ایبری ماریو میگه که اقدام حزب الله در ساقط کردن یک بالون جاسوسی که صورت گرفته، این بالون جاسوسی رو اینا گرفتن، یک بالون پیشرفته بوده. من عکسایش هم دیدم که او بالون بسیار به سرعت در ایران و شکل جدید و فناوری شده تر تولید دوباره خواهد شد. و بایدن گفت که یمن تهدید بر امنیت ملی امریکا است. او چطور به یاد یمن افتاد باز؟ آه چرا؟
به خاطر از اینکه آل بازی با نام ها ساله خراسان، داعش خراسان، آل یمن القاعده زمان است، یمن سابق که بود القاعده افغانستان بود نه، آل یمن القاعده زمان است و عبدالملک اوسی هم اسامه بن لادن و بایدن هم مثلا جورج بوش پسر، همونطور نیست؟ بله، تا تکرار تاریخ میگن اینی رو میگن، خودشون تکرار میتن، مکرر میکنن تاریخ. شبکه ابری کان گزارش کرد که مذاکرات در رفع بر سر گسترش جنگ در رفع شکست خورده، کابینه اسرائیل امروز تشکیل جلسه اضطراری میده. امروز یعنی این امروز که من خدمت شما می خبر میخوانم که 15 مای می است امروز تشکیل میشه. ارتش یک مرکز متعلق به سازمان آنروا مربوط ملل متحده که محل اسکان پناهجویان فلسطینی بوده و رو منفجر کرده. حالا عملش سر ملل متحد است. جالب نیست؟ نه جالب نیست، عادی است. از آدرس اسرائیل عادی سی چیزا. حالا اینا مدعی شدن که مرکز اتاق جنگ حماس بوده. کجا؟ مرکز اسکان پناهجویان فلسطینی رو میگه مرکز تا که بود شفاخانه شفا رو میگفتن ستاد عملیاتی. اونجا که رفتن چیزی نبود، عالمی از مردم رو کشتن، باز رفتن یک بیمارستان ناصر سراغش گرفتن که اینجا است. آل چند روز پیش میگفتن که نه اصلش در رفع است، آل رفع هم که هست چیزی نیست. آل کجا میرن؟ خب آل مدعی شده که اتاق جنگ عماس بوده، انبار سلاح بوده و چطور چکار، اما هیچ مدرکی را رو نمیکنه. رویارویی آشکار ملل متحد با اسرائیل، اما اونا برزاوی اطلاعاتی خود اشاره میکنن که رهبر حماس گویا در تونل های زیرزمینی در منطقه خان یونس حدود 5 میلی شمال رفح قرار. خو ای ترکیه است، شما در سر زمین چی میکنن؟ یک روز میگن در خان یونس است، یک روز میگن که در رفح است، یک روز میگن که نیک کدام جای دیگه رفته. آل یک مقام سوم اسرائیل گفته که جالب، یحیی سنوار هنوز در غزه است. او پس کجا باشد؟ یعنی کسی که جنگ علیه شما رهبری میکنه مگر در غزه نباشد، در کاخ سفید باشد؟ اسرائیل ساده لوحانه خیال میکنه که با نابودی مثلا سنوار اگه شب او رو با چنگ برن کل مقاومت از بین میره، تاریخ ختم میشه، یعنی به پایان تاریخ میرسن. از این رقم رهبرا شمار زیاد آماده و رفتن، اما نبرد تاریخی برای انصاف از بین نمیره. یک مقام دیگه اسرائیلی گفته که با روزنامه تایمز اسرائیل که بسیاری از جنگجویان حماس در رفح با تشدید تهدیدات اسرائیل بر تهاجم رفتن گریختن به شمال. خب این قدر که میفهمین، یعنی این قدر شما ضعیف هستین که چیزی از دستان نمیه، شما رو بازی میتن مخصم سازک سر و سرتان میگذارن، شما میایین در جنوب و میرین در شمال، شما میرین در شمال و میرین در جنوب. این چی هست؟ این معنای گپا سابق خویت نبود. اینا بسا قهار تعیین کننده فاتح کار تمام. آل نه فاتح است نه کار تمام هستن، نه نتیجه در دستشان است، سرگردان هستن. ای چه مانا شکست؟ ما نمیگیم، رو خودشون میگن زبده ترین آدم هایشان. داله که اسرائیل میگه 18 گردان از 24 گردان حماس از بین رفته. خب اینقدر ارقام و آمار امیتر روشن، لاقل یک مدرک بتین، یک مدرک. نه نمیتونه، نگه حماس به خان یونس شمال غزه اینجا میره اونجا میره. خب معلوم است پس این ترکیه است، حماس عملا غزه را در دست داره و شما در روی زمین مردم را میکشین و حماس میداندار جنگ است. پس صحیح شد دیگه، همین یعنی چرخیدن به دور خود، یعنی مثلا چرخیدن در نقطه محلی زیتون. ارتش اسرائیل
برای سیومی دفعه در یک سیومین بار در یک نقطه در یک هفته آمده در محله زیتون حمله میکنه، میگه ولی ایجا خاموس هست ستاد عمله تال 3 دفعه شده در یک هفته. نه از زمان آغاز جنگ روسیه، از زمان آغاز جنگ 3 حمله هم اینجا بزرگ صورت گرفته. حالا مقامات امنیتی هشدار دادن که ارتش اسرائیل مجبور میشه این بازی موش و گربه رو با حماس ادامه بده. خب بله، بازی موش و گربه است با یک تفاوت که هر لحظه یا هر ساعتی که موش از یک پیچ دور میخوره طرف اسرائیل یک گربه رو میکشه. در بازی موش و گربه خو نه موش میمره و نه گربه، نه در ایز فرق داره، موش از ایسو میره و طرف گربه رو میکشه، از طرف سمت راست میره و گربه را در زاویه مثلا چپ اما یک منطقه میکشه. این بازی موش و گربه نیست، این بازی مرگ با گربه است. تا زمانی که اسرائیل به یک موفقیت مناسب دست پیدا نکنه، جایگزینی برای حکومت حماس وجود نداره. خود حماس خب جایگزین است. آلی یک گپ نو برامت مورد در برنامه قبلی به بحث گرفته بودیم که رخنه ایران به کرانه باختری در می مرکز قدرت نیمه جان سازمان فتح. حال سازمان فتح صدایش برآمده، ایران متهم کرده که شما آشوب خلق میکنین در کرانه باختری علیه بیگانگانی که میگم تلاش بکنن از خون مردم ما بهره برداری کنن عمل میکنیم. جنای فتح میگه کاش که شما عمل میکردین. چی عمل میکنه مثلا علی ایران سازمان فتح چی عمل میکنه؟ ایر یک خبرنگار باشه که از خود از اینا پرسان بکنه. خب که شما گفتین عمل میکنه بگه نشان خوب بدین. کسی که تقدیرش در دست کسی دیگه باشه عمل نمیتونم علی دیگه کس. جنای اصلی فلسطینی در کرانه باختری اینا خود میگیرند برای فعلا، اما گفته که ایران تلاش داره اینجا هرج و مرج ایجاد بکنه، عملیات های از خارج انجام میده که ممکن است وضعیت کرانه باختری خراب شود. بله کرانه باختری جبهه دوم حماس است و ایرانی ها تلاش دارند که جبهه دوم باز بکنند. ماه گذشته هم ارتش اسرائیل گفته بود که نیروهای امنیتی از قاچاق سلاح های پیشرفته از جمله مینای ضد تانک و کرانه باختری جلوگیری کردند. او مینای ضد تانک کی میاره؟ شبکه ایران میاره، شبکه خود قبایل عرب میاره با وسیله همون مافیا. بله ایران در گذشته حمایت از گروه های مسلح انکار نکرده ای و او که کار میگه هم کار میگه میکنیم به خاطر از اینکه به ضد اسرائیل است. ما این کار میکنیم. کرانه باختری قلب به اصطلاح درگیری بین اسرائیل و فلسطینیا بوده بر چند ده سال. پس دایره تکرار تاریخ که میاد تکرار حوادث پس باید همیشه بیه کال آمده این صدایشان برآمده. خب اینا که میخوان این منطقه قلب یک کشور مستقل آینده باشه که غزه را در بر بگیره و اورشلیم شرقی پایتخت باشه، این خوش نمیمونه. اسرائیل شما رو نموند، غزه را بر خود نگاه کرده بود، حماس خرج میداد تا پشت نمی تا پیش از این جنگ از طریق قطر. کرانه غربی را به شکل نیمه جان نگاه کرده بود، فاقد عضویت در ملل متحد، فاقد هر نه، فقط یک مستمری جیره برش میداد. حالا که جنگ شد همه ترسیدن. ایران این نقطه را به حیث بستر اصلی قدرت آیندی حماس در نظر گرفته. ای چی است؟ ای از انکشاف جنگ است. اسرائیل با وحشت و خشونت زمینه اینمی کار خودش مساعد کرده، یعنی وحشیگری اسرائیل میر زمینه رو مساعد کرد. از 7 اکتبر نیروهای اسرائیل 3700 فلسطینی را زمین منطقه
بردن دستگیر کردن و صدها نفرم کشتن. خب پس چرا این مرکز حماس نشه، رخنگاه ایران نشه؟ خب میشه دیگه خود به خود. 1600 وابسته به حماس هست، کسی میگه که گرفتن، میگه یا وابسته به حماس هستن گرفتن، از جمع 3700 نفر. وزارت بهداشت فلسطین میگه که بیش از 450 فلسطینی در کرانه باختری کشته شده. این حال معلوم نشد که مسئولین حکومت خودگردان فلسطینی بجای از اینکه انتقام خون 450 فلسطینی خود بگیر از اسرائیل، این میره علیه ایران اعلامیه میتن. این چی رقم شد؟ مثل که اینجا براستی وضعیت تغییر خواهد کرد. همین که صدایشان برآمده به این شکل، پشت به این طرف دور میتن، رخ به دیگه طرف، این معلوم میشه که منطقه از کنترل بیرون میشه. یعنی کرانه باختری به جبهه دوم برای حماس تبدیل شدنی هست.